کارم احسان اکبری اینجا با من در استودیو است. احسان خوش اومدی. لطفا از جزئیات این تصمیم AFC بگو که خب شاید برای بسیاری فکاندهنده است. بله، هر سال این اتفاق میافتاد و طبق من حرف آقای کفاشیان دارم تکرار میکنم، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران، ایشون گفتن که ما 11 سال به AFC دروغ گفتیم و حالا امسال بالاخره این دروغه رو شده. امسال AFC اومده از یک شرکت بین المللی استفاده کرده که راستی آزمایی کنه ادعاهای باشگاه‌های ایرانی رو در این زمینه که بدونه که این اسنادی که ارائه میدن آیا واقعی هستن، که مشخصا تعداد زیادیشون یا جعلی بودن یا با فتوشاپ درست شده بودن یا حتی مثلا که اسنادی که به عنوان نمونه من بخوام بهت بگم، اسناد ریز مالی رو اومدن به صورت اشتباهی فرستادن، لیست بازیکنان رو به صورت به جای اینکه مثلا به انگلیسی بفرستن فارسی فرستادن، قراردادها رو اومدن با تاریخ‌های جابجا شده فرستادن. یه چیز اسنادی خیلی ساده بوده، میتونستن انجام بدن، انجام ندادن. اما مشکلات بزرگتری هم بوده، از جمله همون مشکلات مالکیتی که شما گفتی و ترازنامه مالی و بدهکار بودن این دو باشگاه. ببین، با ترازنامه مالی و بدهکاری باشگاه، الان باشگاه‌های بزرگ اروپایی، باشگاه‌های بزرگ دنیا، اکثر درآمدشون بر اساس حق پخش تلویزیونیه. صدا و سیما سال‌هاست به این دو تا تیم حق پخش تلویزیونی پرداخت نمی‌کنه و در نتیجه این دو تا باشگاه نمیتونن اونجوری که باید و شاید درآمد داشته باشن. از نظر مالکیتی هم خب جمهوری اسلامی سالهاست وعده این رو میده که این دو تا تیم خصوصی میشن، اما این دو تا تیم خصوصی نمیشن. و اینجوری من بگم که نه تنها حالا ما بخوایم بگیم دولت داریم وسط دخالت میکنه، نهادهای امنیتی و این وسط نظامی هم دارن تو باشگاه پرسپولیس استقلال نفوذ میکنن. همونجوری که من مثال از حرفای خودشون میذارم، سردار بارانچشم جمعه هفته پیش تو برنامه ورزش و مردم شبکه یک به صورت رسمی اعلام کرد که آقای سردار آجرلو مدیر عامل فعلی استقلال رایزنی کرده که سردار بارانچشم بشه مدیر عامل باشگاه پرسپولیس. یعنی سردارهای سپاهی اینجا دارن واسه باشگاه پرسپولیس استقلال هم میخوان مدیریت کنن و تعیین تکلیف کنن. احسان، چیزی که حالا قابل فهم نیست اینه که چرا مالکیت دولتی داره، چرا مالکیت خصوصی نداره، حداقل واگذار نمیشه به بخش خصوصی. سالهاست که این وعده واگذاری دارن میدن. از دولت آقای خاتمی این وعده رو دادن، بعد دولت احمدی نژاد شد، دولت روحانی شد، دولت آقای رئیسی. اسباب پروپاگاندا، یعنی این دو تا باشگاه اسبابیان که بتونن کنترل کنن بالاخره اون مسیری که این دو تا باشگاه اون هوادارانشون میخوان تو مسیر قرار بدن و یه جوری اسباب جلب آراست. نشون به این نشون که آقای رئیسی، رئیس جمهور فعلی ایران، پرسر و صدا ترین جلسه انتخاباتی که برگزار کرد با پیشکسوتان پرسپولیس استقلال بود، با اون یک برد تبلیغاتی براش داشت. مثلا یه سری از اینا رو برد جمع کرد، گفت که وعده اینو داد که تیم‌های پرسپولیس استقلال رو ما خصوصی می‌کنیم و چند تا پست بهشون داد. آقای پرویز مظلومی که تو اون جلسه شرکت داشت الان عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال شده. یعنی می‌خوام بگم این رابطه ادامه داره و نمی‌خواد جمهوری اسلامی این رو از دست بده. اگر هم روزی بیاد بر اساس فشارهای فیفا و AFC اجازه خصوصی شدن به این باشگاه بده، خصولتی میشه، همون اتفاقی که برای همراه اول یا شرکت‌های دیگه افتادن. اصلا خب الان سوال اینجاست که این خب خیلی خبر اصلا مایوس کننده برای بازیکنان تیم استقلال. الان مثلا من چند دقیقه پیش دیدم سیامک نعمتی، یکی از بازیکن‌های پرسپولیس، نوشته بود که یه توییت زده بود که از ما آسیا رو هم از ما گرفتی. بالاخره جایی بود که میتونستن بازیکن خودشون نشون بدن. من فقط اینجا بگم که یه نکته این ادامه هم داره ها، این داستانه. نه تنها جریمه میشن این دوتا باشگاه به خاطر ارائه اسناد جعلی، ممکنه حتی از فصل بعدی هم محروم بشن. و حالا این داستان ما با AFC من فکر می‌کنم شروع شده ولی فعلا تموم نمیشه، ادامه داره. متشکرم از